سلام، روزتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. با ویدیوی شامان المنتال امروز در خدمتتونیم و قرار راجع به یک کلاسی صحبت بکنیم که میگن خیلی سخته و قرار این کلاس رو بازش بکنیم براتون، بهتون بگیم که چقدر میتونه آسون باشه و کافیه دو سه تا ویکاورای ساده داشته باشید که بتونید این کلاس رو توی اون حالت خیلی خفنش بازی کنید. بریم ویدیو رو خیلی سریع شروع کنیم. خب بریم وارد متن ویدیو بشیم و راجع به شامن المنتالمون صحبت بکنیم و طبق ویدیوهای دیگه میخوایم از تالنت شروع کنیم، چون من معتقدم یاد گرفتن تالنت ها 50% راه یادگیری یک کلاسه. خب حالا میخوایم بریم توی تالنت های جنرال شامن و راجع به یه سری تالنت خاص صحبت بکنیم. اگر میخواید تمامی این تالنت ها رو یاد بگیرید و باهاش آشنا شید، باید ویدیوهای رستوریشن و اینهانسمنت مون هم نگاه کنید که ما اونجا کاملتر خیلی از این چیزهایی که اینجا رو میگیم و توضیح دادیم و اینجا صرفا میخوام براتون نکته بگم و نکات خاصی رو بگم. پس اگر میخواید کاملتر یاد بگیرید، باید اون دو تا ویدیو رو هم قبلش ببینید. توی صفحه جنرالمون ما بارها گفتیم شامن معدن یوتیلیتی. یوتیلیتی یعنی چی؟ یوتیلیتی یعنی اسپل هایی که به گروهتون کمک میکنه، نه صرفا به خودتون. مثلا چی؟ ما توتم استان داریم، توتم تانت داریم، حالا پت تانت قدیم به شکل توتم بود، برای همین میگم توتم تانت. توتم آنتی فیر داریم، توتم اسپید داریم، توتم روت داریم، ناکاپ داریم، ناک بک داریم، دیگه در حال راه رفتن میتونیم کست کنیم، میتونیم از روی خودمون اسلو ها رو ورداریم، میتونیم تارگت ها رو پرج کنیم، دیگه نمیدونم چی بگم، خیلی داره. هگز داره دیگه، توتم آنتی پویزن داره، میتونه پویزن ها رو ورداره. مثلا باس سین نلساریون لر که یکی از باس های خیلی سخت برای هیلر هاست، این توتم به تنهایی میتونه یک کمک عجیب غریبی برای هیلرتون باشه. در طول یه فایت میبینین 10 تا 15 تا میتونه دیسپل کنه و خیلی رقم بزرگیه که حالا روی تصویر بهتون نشون میدم که زمانی که این توتم رو داشته باشه یه شامن تو نلساریون میتونه چقدر دیسپل کنه. دیگه مثلا توتم فیزیکال دمیج داریم که فیزیکال دمیج تیکن رو کم میکنه. یه توتم داریم که باعث میشه پوشبک اسپل هامون کمتر بشه، مثل یک چیزی که پالادین ها یا اورای پالادینه و ما اینو به صورت توتم داریم و خیلی چیز خفنیه، میتونیم ازش خیلی کاربردهای خاصی بکشیم. و خیلی چیزای دیگه، جامپ داره، اسپید داره، خیلی داره. من اگه بخوام صحبت کنم تا صبح باید توی همین تالنت ها بمونم و توصیه میکنم اون دو تا ویدیو قبلی رو اول ببینید که آشنا بشید. اما سمت خود المنتال، خب میخوایم بریم سراغ تالنت های المنتال، راجع به تالنت های المنتال صحبت بکنیم. و چه رعد و برقی زد الان آسمون مشهد و تم المنتال تالنت هامون هم حسابی جور شد، ولی بریم سراغ تالنت ها چون خیلی نکته داره و به شما توصیه میکنم این بخش رو حسابی گوش بدید، چون توش نکات مختلفی وجود داره و این نکات مختلف رو اگر ندونید جلوتر توی بخش روتیشن به مشکل میخورید. قبل از اینکه وارد تالنت ها بشیم میخوایم بریم مستریمون رو توضیح بدیم، چون مستریمون توی تالنت هامون بهش اشاره میکنید و اگر ندونید ممکنه به مشکل بخورید. مستریمون چیکار میکنه؟ گفته لایتنینگ بولت، المنتال بلست، آیس فیوری، لاوا برست و چین لایتنینگ 21% به ازای عدد مستری مال من 21 گفته 21% 21% شانس داره که یک بار دیگه هم بزنه و حالا یک مقدار کمتری میل استروم بهمون بده. مثلا لایتنینگ بولت من گفته 10 تا میل استروم میده، اگر دفعه دوم بخوره 5 تا دیگه هم میده. میبینید 10 تا داد، دفعه دومی خورد و دو بار دیگه هم داد، یه 10 تا داد، یه 6 تا داد و مجموعاً شد 16 تا که 10 تا قبلش داشتم شد 26 تا. خب پس ما مستریمون آشنا شدیم، مستریمون این اتفاقو میفته که براش که میتونه یه اتک اضافه هم بده. به صورت عادی 85% دمیج عادیشو میزنه، ولی اینجا تالنت اکوینگ چمبر که میگیرین باعث میشه این به جای 85% 100% دمیج اصلیشو بده. و میخوایم بریم سراغ تالنت هایی که گفتیم قرار راجبشون صحبت بکنیم. اولین تالنت اسمش هست سرج آف پاور، گفته زمانی که شما میل استروم مصرف میکنید اسپل هایی که میل استروم تولید میکنن قوی تر میشه. این ساده ترین راه توضیحشه. میل استروم اصلا ممکنه بپرسید چیه، تا حالا شما هم بازی نکرده باشید، این زیر اچ پی بار من اگه نگاه کنید من یه سری از اسپل هام میل استروم تولید میکنه و این خط رو کم کمک پر میکنه. حالا اگر من میل استروم مصرف بکنم باعث میشه چی؟ باعث میشه این سرج آف پاور روم پراک بشه و اسپل هایی که تولید کنندن قوی ترشن.
چه جوری میتونم ازش استفاده کنم؟ هر زمانی که یک بار یه مصرف کننده زدم باید پشتبندش یه تولید کننده بزنم، وگرنه عملا سرج آف پاورم رو حروم کردم. یعنی اگه دو تا تولید کننده پشت سر هم بزنم مثل صحنه ای که دیدید، باعث میشه باف سرج آف پاورم یکیش بدون مصرف پریده باشه که این اشتباهه. دومین تالنتی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم مستر آف المنته. مستر آف المنت رو توی صفحه رستوریشن هم داشتیم راجع بهش صحبت کردیم، اگه ویدیو رستوریشنمون دیده باشید، و گفتیم زمانی که لاوا برست میزنید اسپل بعدی که نیچر فیزیکال یا فراست بزنه 20% قوی تر میشه. من الان یه لاوا برست بزنم اینجا بافش میفته رو میبینید، گفته 20% فراست دمیج بعدیم قوی تره. من یه دونه اسپل زدم کریتم خورد شد 28 خورده ای و دوباره کریت خورد 20 خورده ای. به صورت عادی میبینید 10 خورده یا 28 اگر کریتش رو در نظر بگیریم یعنی تقریبا بوده 14، یعنی تقریبا 20% باف شده. پس این نکته رو میتونید در نظر بگیرید که این تالنت باعث میشه هر بار لاوا برست بزنید فراست بعدیتون یا نیچر بعدیتون 20% باف میشه. تالنت بعدی که مستقیما رو دمیج مخل تاثیر داره الکتریفاید شاکسه. گفته زمانی که آیس فیوری میزنید فراست شاک بعدیتون به 3 تا تارگت اضافه میخوره و 15% دمیج تیکن نیچر اونها رو از اسپل های شما افزایش میده. من الان یه آیس فیوری بزنم، این آیس فیوری من زدم به تارگت، هیچ اتفاقی تا اینجا نیفتاده. فراست شاک که میزنم به همه اینا دیباف الکتریفاید، میبینید دیباف الکتریفاید شاکس رو همش افتاده و اینها 15% از دمیج های نیچر من بیشتر میخورن. من نیچر دمیج چی دارم؟ چین لایتنینگ دارم، لایتنینگ بولت دارم، دمیج پتم چه نیچره، دیگه ارسکویک هم نیچره، خود الیمنتال بلست یا ارس شاک هم اینها نیچر دمیج میزنه. پس عملا همه لول های من 15% یه جورایی بیشتر میزنه به جز لول هایی که دیگه تمش مستقیما فایره، مثلا لاوا برست مستقیما فایر دمیج. حتی فلیم شاک هم 1% کمی نیچر دمیج میزنه. چرا؟ چون ولکانیک دمیج. اینا یه اصطلاحاتیه که جدیدن اضافه کردن، ممکنه ندونید. ولکانیک یعنی نیچر بلاوی فایر. خب پس تا اینجا شد 3 تا باف، یه 15%، یه 20%، یه باف دیگه هم اینجا. پس این 3 تا رو تا اینجا یادتون باشه. تالنت بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم لایتنینگ راد. لایتنینگ راد چیکار میکنه؟ گفته هر بار یکی از مصرف کننده هاتون رو بزنید تارگت یه دیباف میفته روش به نام لایتنینگ راد و باعث میشه از لایتنینگ بولت یا چین لایتنینگتون 20% بیشتر بخوره. الان من یک کم اسپل تولید کنم که فقط به شما این صحنه رو نشون بدم. خب الان من میخوام روی این تارگت یه اسپل بزنم و این تارگت روش لایتنینگ راد افتاد. الان این تارگت از من 20% دمیج بیشتری میخوره. من به این تارگت 20% بیشتر زدم. میبینید اینجا لایتنینگ راد ها پراک شد. لایتنینگ رادم چقدر زد؟ فقط توی همین صحنه 90 کی اضافه به همون تارگت زد بدون هیچ بافی. من صرفاً به همین یه دونه تارگت با این آی لول پایین 90 کی اضافه تر زدم. حالا شما فرض کنید روی تارگت های مختلف شما لایتنینگ راد دارید، بازیتون خیلی خوب بهتر از منه، آیتماتون خیلی بهتر از منه و دائما میتونید از این باف لایتنینگ راد استفاده کنید و یه دمیج خیلی زیادی تو دانجن ها بدید. خب قبل از اینکه حالا بخش تالنت هامون رو تموم کنیم میخوام راجع به دو تا تالنت یا سه تا تالنت دیگه صحبت بکنم، بعد بریم سراغ اسپل ها. بخش تالنت اولی که میخوام راجع بهش صحبت کنیم اکو اف گریت ساندرینگ که یک لژندری بود تو شادولند، اینجا به صورت تالنت بهمون دادن و تالنت خیلی هم خوبیه. گفته زمانی که ارس شاک یا المنتال بلاست بزنین که جایگزین هم دیگه میشن، تالنت المنتال بلاست که میگیرید ارس شاک از بین میره. زمانی که ارس شاک یا المنتال بلاست میزنید ارس کویک بعدیتون 140% قوی تره. ما تا اینجا گفتیم ارس کویک هم نیچر دمیج، ما تا اینجا چند تا باف نیچر دمیج داشتیم؟ 20% اینجا، 15% اینجا، 20% اینجا. البته این فقط مال دوتا اسپلمونه. دوباره 140% اینجا رو ارس شا، ارس شاک و ارس کویک، رو ارس کویک ببخشید. و میبینید چه همه تالنتی که میتونه اینها رو باف کنه. دو تا تالنت میمونه که راجبشون میخوایم خیلی سریع صحبت بکنیم. یکی المنتال اکویلیبریمه که کارش چیه؟ گفته هر باری فایر دمیج، فراست دمیج و نیچر دمیج رو توی 10 ثانیه پشت سر هم بزنید
8% دمیج دان میگیرید به مدت 10 ثانیه، 30 ثانیه هم کول دان داره، یعنی هر 30 ثانیه شما 8% دمیج دان دارید. خب این خیلی خوبه دیگه، این همه ما باف های مختلف داشتیم 8% هم اینجا خیلی چیز خوبیه، ولی چجوری من پای سرم فایر دمیج و فراست دمیج و نیچر دمیج بزنم؟ یعنی باید اسپل های مختلفمو یوز کنم؟ میگم نه، شما کافیه یه المنتال بلاست بزنید. المنتال بلاست حکم همه المنتال ها رو داره، میبینید روش نوشته المنتال دمیج، حکم همه المنتال ها رو داره و این تالنت رو به تنهایی پراک میکنه. المنتال بلاست که میزنید به مدت 10 ثانیه 8% دمیج دان دارید، 30 ثانیه هم کول دانشه. پس اینم یک باف دیگه، از همینجا یه باف دیگه. فکر میکنم تالنت دیگه ای نمونده باشه که بخوایم راجبش صحبت کنیم. آره راجب تالنت های خیلی مهم صحبت کردیم و بقیه رو ممکنه در آینده رفرنسی بهش بزنیم، برگردیم راجبش صحبت کنیم. اینا تالنت های المنتال بود. خب بریم سراغ اسپل هامون، راجب اسپل هامون هم صحبت بکنیم و طبق معمول بعدم مستری شروع کنیم دیگه. ولی نه، ما مستری رو قبل توضیح دادیم دیگه، راجبش صحبت نمی کنیم. اگر مستری رو گوش ندادید باید برگردید اول تالنت ها. اولین اسپلی که میخوام راجبش صحبت کنیم اسمش ارسکویک. ارسکویک چی کار میکنه؟ ارسکویک یکی از مصرف کننده هامونه. ما سه تا اسپل مصرف کننده گفتیم داریم، یه دونه ارسکویک، یه دونه ارسشاک، یکی المنتال بلاست که جایگزین همون ارسشاک میشه. پس شما فعلا دو تاشو بیشتر نمیبینید. وقتی تالنت المنتال بلاست میگیرید اون یکی حذف میشه و اگر مثلا تالنت المنتال بلاست نداشته باشید هم بازم دو تاه، چون دیگه المنتال بلاست رو نمیبینید. ما دو تا مصرف کننده داریم. مصرف کننده اولمون ارسکویک چی کار میکنه؟ گفته 50 تا میل استون ازت میگیرم و زیر پای تارگت ها یه دونه حالت زمینی میندازم، یه ارسکویک میندازم، یه زلزله میندازم و اونها توی 7 ثانیه آینده کم کمک دمیج میخورن. میبینید ادها دارن کم کم از من دمیج میخورن و این تالنت مصرف کننده خیلی چیزا رو با پراک میکنه. سرج آف پاور رو پراک میکنه، لایتنینگ راد رو پراک میکنه. اگر درست بازی کنم میتونم قبلش نیچر دمیجش رو باف کنم، دوباره میتونم نیچر دمیجش رو اینجا باف کنم. خیلی چیزای مختلف که میبینید میتونه استفاده کنه و مصرف کنه. دیگه مصرف کننده بعدیمون چیه؟ المنتال بلسته. گفته 75 تا ازت میگیرم. این 50 تا ازم میگرفت، این گفته 75 تا ازت میگیرم، یه دمیج المنتال زیادی برات میزنم به علاوه اینکه کریت یا هست یا مستری تو افزایش میدم. حالا به صورت رندوم یکی از اینا رو انتخاب میکنه برام افزایش میده. من الان المنتال بلستم و میزنم، میبینید بافش افتاد روم، به هم 8% دمیج دانش رو داد که اون تالنتی بود گفتیم، 6% هستش هم داد، المنتال بلست هست داد که اینا رو میتونید با یه ویک اورات پراک کنید. اکواف گریت ساندرینگ هم پراک شد، سرج آف پاور هم پراک شد. میبینید چه همه بافای مختلف رو شامل میاد که اگر درست استفاده کنه میتونه یک قولی باشه تو دانجن ها. و پس متوجه شدیم تالنت بعدی یا اسپل بعدی آیس فیوری که گفتیم یک فراست دمیج میزنه و باعث میشه 4 تا فراست شاک بعدیتون دمیجش 2.5 برابر بشه و میل استورم بیشتری هم پراک کنه و خود آیس فیوری میتونه المنتال اوورلود بشه، میتونه مسترتون استفاده کنه و دوبار دمیج بده. الان ببینیم آیا دوبار دمیج میده. آره دیدید دو بار پای سرم خورد و الان 4 تا فراست شاک بعدیم به 4 تا تارگت میخوره، روشون الکتریفاید شاکس رو میندازه، خیلی چیزای مختلف رو پراک میکنه، به هم کلی میل استور میده. میبینید هر بار میزنم کلی به هم میل استور میده و خیلی لول خفنیه. اگر درست استفادهش کنید که تو روتیشن میگیم چجوری استفادهش کنید، میتونه براتون خیلی چیز خفنی باشه. لیکوید ماگما رو داریم چون تالنت های حالا میتیک پلاسمونه، اینو میگیریم و باعث میشه زیر پای تارگت هاتون یه توتم بندازه، روی سه تا از تارگت هاتون هم فلیم شاک بندازه و یه دمیجی هم به اطرافیانش بده که یک دمیج خیلی خوبی میده تو کیستونا. بهتون نشون میدم با گرافیک که میتونه چقدر درصد دمیجتون باشه. میبینید انداختم زیر پای تارگت ها، شروع کرده به آتیش زدن بهشون، آتیش پرت میشه ازش میخوره تو سر اینا، روشون هم فلیم شاک انداخته. این فلیم شاک میتونه بهم لاوا سرج بده، لاوا سرج ها میتونه بهم لاوا برست این استنس بده. من خیلی تالنت، حالا این بخش داریم که اگه بیلد فایر بازی کنید خیلی تالنت داریم، فایر دمیجاتون رو باف میکنه و خلاصه خیلی چیز خفنی میشه. اینجا تالنت داریم مثلا فلیم شاکاتون زودتر تیک بخوره، فلیم شاک بیشتر بهتون لاوا برست بیشتر میده، لاوا برست بیشتر باز بهتون میل استورم بیشتر میده. خلاصه یک چرخه عجیب غریبیه اینجا توی بیلد میتیک پلاس، اون صرفا به خاطر دمیج زیادش میگیریمش. اما دو تا اسپل دیگه میمونه، یکی استورم کیپره که باعث میشه دو تا لایتنینگ بولت بعدیتون و چین لایتنینگ بعدیتون هم دمیجش زیاد بشه
هم المنتال اوورلود یا مستریتون رو پراک کنه. الان میبینید من الان یه دونه لایتنینگ بولت میزنم، این دو بار پراکش کرد، یعنی یه بار که خودش دمج داد یه بارم خودش زد. اما چین لایتنینگ هم چیکار میکنه؟ چین لایتنینگ هم باعث میشه هر باری که چین میخوره یه تارگت اضافه تر هم دمیج بخوره. یعنی الان اینجا 4 تا تارگت دیگه، من چین لایتنینگ هم به 4 تاش که بخوره، به 4 تا خودشه 4 تا 4 تا پراک میشه، فکر میکنم مجموعا 20 تا اتک پشت سر هم بده و حالا به نسبتش میل استورم بده. الان لولم از کولدان در بیاد من به شما نشون میدم که فکر میکنم 20 تا یا 24 تا اینجا برام هیت خواهد داد. الان لولش از کولدان در میاد من به شما نشون میدم. حالا در حالی که داره از کولدان در میاد من راجع به پتم صحبت کنم. اسمش از استورم المنتال و زمانی که اکتیوش میکنم 30 ثانیه کنارمه، خودش یه دمیجی میده و زمانی که اکتیو هر بار لایتنینگ بولت یا چین لایتنینگ کست کنید، کست تایم چین لایتنینگ یا لایتنینگ بولت بعدیتون کمتر میشه، تا 10 بارم استک میشه، مجموعا 30% دمیج، مجموعا 30% کست تایم اسپلتون کم میشه. استورم کیپر هم در اومد، میخوام حالا استورم کیپر بزنم، من اینو بندازم که شما پتم هم ببینید. میبینید شروع میکنه به دمیج دادن، همینجوری کم کم خودش دمیج میده و خیلی چیز خفنی. حالا استورم کیپرمو کست کنم، میخوام بهتون نشون بدم چند بار میخوره. ما گفتیم بین 20 تا 24 بار بعد بخوره. میبینید کلی تیک خورد و اینجا من به شما نشون بدم 16 تا خودش خورد، 4 تا هم خودش، همون 20 تا که گفتم، 20 تا مجموعاً اتک داد. یعنی به ازای هر تارگت تا سقف 6 تا شما میتونید دوباره همونقدر دمیج رو ضریب بگیرید. یک چیز عجیب غریبی میشه زمانی که المنتال اوورلودتون با چین لایتنینگتون پراک میشه و یک میزان خیلی زیادی از میل استورم میگیریم. اما اسپل های دیگه ای که حالا توی شامن وجود داره ما میخوایم راجبش صحبت کنیم، خیلی هاشو تو ویدیو رستوریشن توضیح دادیم و این هانسمنت برای همین سراغش نمیریم. یه لایتنینگ بولت که گفتیم میل استورم براتون تولید میکنه، یک لایتنینگ کمی هم میزنه که تولید کننده اصلیمون تو سینگل تارگت میتونه باشه که حالا تو بخش روتیشن کامل توضیح میدیم، و یه لاوا برست که زمانی که فلیم شاک روی تارگت باشه 100% کریت میخوره، همیشه کریت میخوره، یعنی میبینید 39 که کریت خورد. الان من به این تارگتی که مثلا روش فلیم شاک ندارم بزنم چانس داره کریت بخوره؟ روی تارگتی که فلیم شاک روشه 100% کریت میخوره. الان من بزنم اینو آیا میخوره کریت؟ اینجا کریت نخورد میبینید، ولی اگر روی اون فلیم شاک باشه 100% کریت میخوره. خب میخوایم بریم سراغ بخش روتیشنمون و اگر بغل صفحه رو نگاه کنید اصلا نترسید، خیلی چیز آسونیه، فقط ظاهرش سخته و خیلی پیچیده به نظر میشه و وقتی براتون توضیح بدیم دلایلشو خیلی راحت متوجه میشید. خب اگر اول میخوام بهتون یه توصیه بکنم، اگر بخش تالنت ها رو ندیدید برگردید اونجا رو نگاه کنید، چون اینجا اصطلاحاتی هم ممکنه به کار ببرم که متوجه نشید، پس برگردید اونجا رو نگاه کنید و بیاین حالا اینجا رو بعدش نگاه کنید. اگر کسی اون بخش رو دیده باشه قطعا میتونه به راحتی دلایل هر کدوم از اینها رو خودش بگه، دیگه نیاز به کمک من هم حتی نداره. ما 3 ثانیه قبل از اینکه پول بکنن استورم المنتالمون رو کست میکنیم، پتمون رو در میاریم و قبل از پول، 2 ثانیه قبل از پول یه لایتنینگ بولت شروع میکنیم به کست کردن. ما این لایتنینگ بولت رو که کست میکنیم به صورت اتوماتیک ستمون بهمون یه استورم کیپر میده، پس اینجا ما دوتا لایتنینگ بولت بعدیمون فری میشه چون ست این تیرمون بهمون استورم کیپر میده. ما لایتنینگ بولت هامون رو میزنیم، اینها چانس داره برای خودش المنتال اوورلود پراک کنه و بهمون میل استروم بده. بعد از اون آیس فیوری میزنیم. آیس فیوری برای چی میزنیم؟ آیس فیوری میزنیم که باز هم بهمون میل استروم بده، آماده باشیم فراست شاک ها رو بزنیم. و میبینید چون تالنت های مختلف رو استفاده میکنیم، یعنی نیچر میزنیم، یک فراست میزنیم، یه فایر میزنیم، تالنت المنتال اکویلیبریم که براتون توضیح دادیم پراک میشه 15%، چون دوتا پوینتش رو گرفتیم 15% دمیج دان بهمون میده. و یه لاوا برست میزنیم. لاوا برست که میزدیم چیکار میکرد؟ لاوا برست که میزدیم اینجا برامون مصرف المنت پراک میشد، الکتریفاید شاکس قبلش برامون توی این تیکه فراست شاک پراک شده بود و یه تالنت دیگه هم داریم تو سینگل تارگت، زمانی که مصرف کننده میزنیم یک لاوا برست فری هم بهمون میده. اینجا ما یه المنتال بلست میزنیم، تا اینجا احتمال 99.9% شما 75 تا میل استروم رو حتما دارید. اگر نداشتید میتونید حالا یه چیزی بزنید قاطیش پر کنید، ولی 99.99% شما دارید.
و اینجا یه المنتال بلاست میزنی. این المنتال بلاست از چندین جا باف شده، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، و چون خودشو میزنیم به تارگت، لایتنینگ بولت های بعدیمونو باز باف میکنه و به همون باز لاوا برست فری هم میده. اینجا میبینید المنتال بلستمون رو زدیم، این اولین مصرف کنندمون بود. لایتنینگ راد روش پراک شد، الان تالنتشو نشون دادم. لایتنینگ بولت دوباره میزنیم تا 75 تا، استورم کیپرمون رو میزنیم که لایتنینگ بولت بعدیمون که باف شده از تالنت لایتنینگ راد، اینجا خودش چند درصد باف شده؟ 20% باف شده. از تالنت های دیگه هم که تا اینجا باف دریافت کرده. پس در نتیجه این استورم کیپر هم 150% بافش میکنه، یه لایتنینگ بولت خیلی توپولی اینجا خواهیم زد. بعدش دوباره فراس شاک میزنیم که دوباره دیباف الکتریفاید شاکس روی تارگت ها بیفته. و بعدش چیکار میکنیم؟ لاوا برست میزنیم. لاوا برست باعث میشه مصرف المنتس اون پراک بشه و بعدش المنتال بلاست، لایتنینگ بولت، فراس شاک، لاوا برست، المنتال بلاست، لایتنینگ بولت، و همینجوری چرخه میچرخه. شما باید تمام تلاشتون اینه که دائما این باف های مثل مستر آف الیمنت و الکتریفاید شاکس و مثلا لایتنینگ راد اینها رو روی تارگتتون نگه دارید یا روی خودتون نگه دارید و از تمامی پراک های سرج آف پاور درست استفاده کنید. خیلی چیز سختی نیست، اگر دلایلش رو بدونید خیلی راحت میتونید بزنید. خب پس با پت شروع میکنیم، شروع میکنیم به دی پی اس دادن. بریم به کارمون برسیم. پت رو میندازیم، لایتنینگ بولت، لایتنینگ بولت، آیس فیوری، حالا فلیم شاک، فراس شاک، لاوا برست، المنتال بلاست، لایتنینگ بولت، استورم کیپر و دوباره المنتال بلاست، لاوا برست، فراس شاک، لایتنینگ بولت، لایتنینگ بولت، دوباره المنتال بلاست و لایتنینگ بولت. میبینید چه دمیجای عجیب غریبی زد. فقط بیاین همین تیکر رو نگاه کنیم. شما سه تا المنتال بلاست زدید، سه تاش با همین آیتم لول و بدون یوز کردن هیچ ترینکتی و هیچ باف خاصی، سه تاش یه چیزی حدود 713 کی زده، بیشترینش نزدیک 285-282 کی خورده تقریبا اگه دقت کنید. و لایتنینگ بولت ها رو میبینید 7 تا زدید 700 کی خودش دمیج داره، یعنی میانگین یه چیزی حدود 100 کی دونه ای دمیج داده. فراس شاکش هست که دمیج های مختلف زده، پتتون هست، لاوا برستتون هست و خیلی چیزهای دیگه. لایتنینگ رادمون چند بار پراک شده؟ 11 بار پراک شده، همجور پشت سر هم تیک خورده، تیکای ریزیز خورده، خودش شده 82 کی. میبینید اگر درست بازی کنید، من اینجا فقط داشتم به صورت نمایشی بهتون نشون میدادم، اگر درست بازی کنید یه دمیج های عجیب غریبی میتونید بزنید، یه برست های خیلی توپل مپلی میتونید بزنید. هدف شما اینه که همیشه موقع زدن المنتال بلست این دوتا باف رو خودتون داشته باشید، مستر آف المنتس و الکتریفاید شاکس، این دوتا رو تارگیت داشته باشید، کفایت میکنه. المنتال بلست رو که میزنید المنتال اکویلیبریم پراک میشه، لایتنینگ راد پراک میشه دیگه، مثلا ویند سپیک. المنتال بلست رو که میزنید Elemental Equilibrium پراک میشه، Lightning Rod پراک میشه، Wind Speaker Lava Resurgence پراک میشه، همه چی رو میبینید. اینا اونا رو پراک میکنه، اونا اینا رو پراک میکنه، Lava Surge of Power پراک میشه و دوباره باز اینها جلوتر میره. ظاهرش خیلی سخته ولی وقتی یک کم بازی کنید یک باطن خیلی آسون و اوکی داره. بریم حالا بخش روتیشن ایوی ما. خب بریم وارد روتیشن ایویمون بشیم، بخش روتیشن ایویمون رو توضیح بدیم. اینجا نکاتی وجود داره که باید بهش توجه کنیم، پس حتما حواستون رو حسابی جمع کنید. ما استارت کار گفتیم استورم المنتال میدیدیم. استورم المنتال چی بود؟ پتمون بود که چی کار میکرد؟ باعث میشد که کست تایم چین لایتنینگ و لایتنینگ بولت هر بار که بزنیمشون 3% کم بشه، تا 10 بارم استک میشد میشد 30% کمتر. شما عملا فرض کنید بهتون هیست میده، هر باری لایتنینگ بولت یا چین لایتنینگ میزنید انگار هیست گرفتید و کست تایم دوتا اسپلتون دوباره کمتر شد. خب به جز این برامون چی کار میکرد؟ ما یه تلنتی داریم این پایین، گفته هر بار لایتنینگ بولت یا چین لایتنینگ بزنید کولدان نیچر اسپلاتون کم میشه. ما نیچر اسپل چیا داریم؟ ما نیچر اسپل اول از همه یه استرال شیفت داریم که دیفنسیو مونه، یه استورم کیپره که باز
برامون کلی سود داره، یکی از سی دی هامونه، خود پتمون نیچر اسپل خودش کولدانش رو کم میکنه و آنخمون هم نیچر اسپل و آنخمون هم کولدانش کم میشه، پس یه دونه اسپل میتونه کولدان 4 تا اسپل رو کم کنه. خب پس تا اینجا همین خط اول برامون کلی نکته داشت. خط دوم گفته لیکوید ماگما توتم میندازیم، چی کار میکنه؟ یه دمیج زیادی میزنه رو 3 تا تارگت، فلیم شاک میندازه، ما دیگه ازش کار دیگه ای هم نمیخوایم. توی بیلد فایر خیلی برامون کارهای مختلف میکنه همین فلیم شاکه ها، ولی تو بیلد المنتال اونقدر کار خاصی دیگه برامون نمیکنه. فقط اینجا میتونه مثلا توی این تالنت کمک کنه که حالا المنتال بلاست داری مثلا دیگه نیاز به کمکش هم نداریم. بعدش چی کار میکنه؟ بعدش آیس فیوری میذاریم. آیس فیوری خودش به همون 25 تا فیوری میده، فراس شاکامون رو باف میکنه که فراس شاکامون باعث شه تارگت نیچر دمیج بیشتری بخوره و بعدش دیگه تارگت رو میخوایم آماده کنیم، میخوایم بهش یه المنتال بلاست مشتی بزنیم یا زیر پاش میخوایم مثلا ارسکویک های خیلی توپالی بریزیم. و بعد از اون استورم کیپر میذاریم، استورم کیپر به همون چین لایتنینگ یا لایتنینگ بورد های فری میده، اینا خودش میتونه مستریمون رو پراک کنه. مستریمون که پراک شه، اول ویدیو فکر میکنم بهتون نشون دادم روی همین 4 تا اد من 24 تا لایتن چین لایتنینگ زدم، روی 4 تا 24 تا من اتک دادم، پس این خیلی مهمه. و تا اینجا تا همین لحظه به اندازه کافی المنتال بلاست برامون مستری یا برامون میل استروم تولید شده. خب المنتال بلاست رو که میذاریم چه کارهایی میکنه؟ سه تا تالنت پایینیش پراک میشه، 8% دمیج دان از المنتال اکویلیبریم، 20% دمیج دان روی چین لایتنینگ ها و لایتنینگ بولت بعدی و 140% دمیج دان روی ارسکویک. خب تا اینجا آماده ایم که دیگه ارسکویک های مشتی رو بریزیم. اینجا یه دونه لاوا برست میزنیم. لاوا برسته چی کار میکرد؟ مستر آف الیمنت رو پراک میکرد. مستر آف الیمنت 20% دمیج نیچر دمیجمون افزایش میداد. قرار یک ارسکویکی بذاریم تو پل، 20% اینجا، 15% اینجا، 140% اینجا و خیلی چیزای دیگه هم که بافش کرده، آماده است که یک ارسکویک خیلی مشتی بذاریم زیر پای تارگت. و بعدش ارسکویک رو میزنیم و بعد دوباره تولید مصرف، تولید مصرف، تولید مصرف، همینه. چیز عجیب غریبی نیست، شاید ظاهرش سخت باشه مثل خود سینگل تارگتش ولی باطنش اصلا سخت نیست. المنتال بلاست، توتم، آیس فیوری، استورم کیپر پراک شده از قبل، فراس شاک، المنتال بلاست، دوباره یک و از اینجا دیگه بعد تولید مصرف، تولید مصرف. من اینجا فقط یادم باشه فراس شاکاشو بزنم. و همینه، یه چرخه خیلی ساده. خب وارد بخش استات هامون میشیم و میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. توی این تیری که هستیم، زمانی که سینگل تارگت بازی میکنیم، هیستمون مساوی کریتمون بزرگتر از مستری و ورسامونه و زمانی که میخوایم ای و ای بازی کنیم، کریت و هیست و مستریمون مساوی و از ورسا بزرگتره. دلایل و کاربردش هم گفتیم، نیازی به توضیح عجیب غریبی نداره. و بعد از اون حالا بدون ست گفته اگه ست ندارید که دیگه ما ست داریم دیگه، تا اینجای پچ برامون اصلا مهم نیست. و کاربردهاش هم میبینید، گفته مثلا مستریتون با یه تالنت مولتن ویل فال خیلی خوب پراک میشه، خیلی خوب مچ میشه، یا مثلا کریت با المنتال فیوریتون خیلی خوب مچ میشه و تالنت های دیگه که گفته که حالا ما نمیخوایم راجبش دیگه بیش از این صحبت کنیم چون قبلش صحبت کردیم. و بهترین راه استفاده و به دست آوردن اطلاعات راجب هیروتون اینه که سیم کنید. ما ویدیو برای سیم کردن هم داریم، میتونید بالای صفحه ببینید. سعی میکنیم برای 10 و 2 آپدیتش کنیم. یک نکات ریزی که خودم شاید جدیدن یاد گرفتم و دوباره تو ویدیوهای جدید براتون بذارم. برای بهترین ریس هم سمت هورد تاورن قطعا بهترینه، چون بهتون کریت بیشتری میده، کریت دمیج میده. و توی سمت الینس هم دارف بهترینه به همون دلیل کریت دمیج. بعد از اون اورک و درینی و ترالو ترول و گابلین و نکات مختلف مثل این میمونه. هر چند گابلین دیگه ارزشش رو از دست داده، چون یه تالنتی قدیم داشت، گابلین یه جامپی داشت که اون جامپ گابلین به خاطر گاستافین دیگه ارزشش رو از دست داده. گاستافین هم بیشتر میپره هم کولدانش کمتره. میبینید 20 ثانیه کولدان گابلین 2.5 کولدان داره. در مورد این چند تاتون هم مشخصه دیگه، این چند تاتون سوفیک دیووشن برای میتیک پلاس، ویکینگ استاد و خیلی چیزهای دیگه. این چند تاتون رو میتونید برای رینگتون کریت یا هیست بزنید بستگی به مدلی که دارید بازی میکنید، ولی اینها همه به سیم کردن به دست میاد، پس بهتر سیم کردن رو یاد بگیرید. برای جم هاتون هم میبینید، جم پرایمری استاد و کریت یکیش،
بقیهش هم کریت هست یا هست کریت میتونید استفاده کنید که بستگی به اون سیمتون یا نکات مربوط به سیمتون داره. کانسومبل های دیگه تون هم که نوشته میبینید گفته اگر ایمپروفت فلیم ویپن تانگ و تالنت رو بازی میکنید که باید از خود فلیم تانگ استفاده کنید، اگر بازی نمیکنید هولینگ رون و بازینگ رون و اینجور چیزها که ما توی بیلد فایر فقط اینو بازی میکنیم، توی بیلد های دیگه ازش استفاده ای نمی کنیم. در مورد آیتم های ساختنی و ترینکت ها هم که باید پیش از این صحبت میکنیم و یادمون رفت صحبت کنیم، آیتم های ساختنیتون بهترین آیتم هاتون کمبوی ویند اسپیرید لاسو و اسکیل رین گریپس که ست میل که زمانی که بسازیدش تا فکر میکنم بین 5 تا 6 درصد بهتون هیست میده وقتی کاملا پراک میشه و آپ تایمش هم تقریبا میشه گفت 100 درصده، چون هر اسپلی میزنید بافش روش روتون میفته و استک میشه و یه هیست خیلی خوبی میده که میشه گفت بهترین گزینه تونه. و بعد از اونم مثلا اداپتیو دراکوتیست آرمز گارد با شادو فلیم میتونید بسازید یا میتونید لاریات بسازید، ولی اولویت من میگم همینا بسازید، هم راحت ترین حالتشه هم یه باف هیست خیلی خوبی بهتون میده. در مورد ترینکت ها هم اولویتتون با آمنیس کروماتیک اسنسه که اگر گروپتون داره ارزشش بالاتر هم میره. اولویت های بعدیتون میتونه وسل باشه، میتونه ترینکت باس یک اسکریمینگ بلک دراگون باشه و ایگنیس فلو استون با اینکه نرف شده ولی باس هم گزینه خوبیه. گزینه های دیگه ای هم دارید مثل مثلا اسپولز آف نیل ساروس که با سیدیاتون همزمان میتونه بشه و استفاده درستی ازش بکنید، ولی باز هم من به شما توصیه میکنم همین وسل یا مثلا اسکریمینگ دراگون اسکیل و اینها گزینه های میتونه بهتری باشه. البته باید شما سیم بگیرید و سیم کردن هم میتونید توی همون ویدیوها یاد بگیرید. خب خیلی ممنون که تا پایان ویدیو همراهمون بودید، امیدوارم ویدیویی که دیدید براتون لذت بخش بوده باشه و اگر دوستش داشتید حتما لایکش کنید، توی رشدمون توی یوتیوب خیلی بهمون کمک میکنه و برای دیدن ویدیوهای دیگه هم میتونید سابسکرایب کنید. سعی میکنیم ما گاید تمامی کلاس ها رو به پایان برسونیم. فکر میکنم این ویدیوی شامان 26مین یا 27مین کلاسیه که براتون داریم میذاریم، 27مین اسپکیه بهتر بگم داریم براتون میذاریم و سعی میکنم قبل 10 و 2 همش رو کامل کنم و روگ رو هم که بارها و بارها گفتم منتظر ریوارد کشیم، باید بذاریم ریوارد بشه و بعدش میتونیم راجبش نظر بدیم. ممنون که وقت گذاشتید تا پایان این ویدیو همراهمون بودید. فعلا خدا نگهدار.